سلام، من میلاد ابوعلی هستم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم. خب امروز میخوایم با یه افکت خیلی جذاب و باحال کار بکنیم. میخوایم یه افکت بارون بسازیم با چند تا تکنیک ساده. شما میتونید به عکساتون جلوه خاصی بدید. خب من یه عکسی رو ایمپورت کردم توی فتوشاپ و اول از همه باید بیام یک لایه جدید خالی بسازم. اینجا یک لایه خالی میسازم و میام از قسمت ابزارهام، ابزار پینت باکت تول رو انتخاب میکنم و رنگ فورگراندمون رو رنگ مشکی قرار میدم. یک رنگ مشکی به این صورت میزنم روی عکسمون و روی لایه هم کلیک میکنم. از قسمت فیلترها به نویز میرم، زیر منوی نویز و اد نویز رو میزنم. خب همینجوری که میبینید امانتش هلوشه 50-53-54 فکر میکنم خوب باشه. باید تست بکنید روی عکستون که ببینید چه جوابی میده. حتما روی گاشیم باشه و مونوکروماتیکش هم حتما روشن باشه، به خاطر اینکه ما احتیاج به نویز سیاسفید داریم. اگر ما این تیکو برداریم نویزهای رنگی به ما میده که ما میخوایم نویزمون سیاسفید باشه. خب اوکی میکنیم، وای میسیم تا به این صورت انجام بشه. میام لایه که روش نویز رو اعمال کردم با رایت کلیک کردن تبدیلش میکنم به سمارت آبجکت و بلندینگ مودش رو میذارم روی اسکرین. لایه امو یه کنترل تی میزنم و طول و ارتفاعش رو، حالا شما میتونید دونه های بارونتون رو هر سایزی که میخواید بذارید. من 70 برابر این میکنم، یعنی از ارتفاعشو میکنم 700 و طولش هم به همین صورت میشه 700 و اوکی میکنم. وای میسیم تا این ترانسفورمینگش انجام بشه روی لایه که اعمال کردیم، روی لایه نویزمون، تا بتونیم ادامه کارو باهاش انجام بدیم. خب به این صورت در اومدش. ما برای اینکه بیایم ادامه کارمون رو انجام بدیم میایم روی همین لایه‌مون کلیک میکنیم، به منوی فیلتر میریم، بلار، و میایم از زیر منوی ماشن بلار رو انتخاب میکنیم. ما دیگه میخوایم بهش یک حرکتی بدیم و شبیه به بارونش بکنیم. وای میسیم تا منوی بلارمون باز بشه. چون یه ذره من سایز نویز ها رو بزرگ کردم، فتوشاپ یه ذره کند میشه تا بتونه باز بکنه و اعمال بکنه. ببینید به این صورت باز میشه. شما میتونید زاویه بارونتون که میباره رو از اینجا اوکی بکنید و فاصله شو دیگه همه اینا سلیقه‌ای میشه. من به این صورت اینو انجام میدم و اوکی میکنم. مجددا وای میسیم تا پروسسش رو انجام بده فتوشاپ و نویز هامون رو تبدیل بکنه به حرکت. یک افکت حرکت میدیم به نویزمون. یه ذره زمان بر میشه همونجوری که هم خدمتتون گفتم، به خاطر اینکه سایز نویز هامون رو من بزرگ کردم و فتوشاپ درگیر این میشه که اینا رو بیا تبدیل بکنه و پروسسش رو انجام بده. یک کوچولو زمان میبره. خب شما میتونید روی اکثر عکسایی که میگیرید و میخواید یه حال و هوای بارونی بهش بدید از این تکنیک استفاده کنید. خیلی تکنیک‌های دیگه هم هست. میتونید براش های مختلفش رو دانلود بکنید و براش بزنید روی تصویرتون. به نظر من این یکی از راه‌هایی هستش که شما میتونید بارون بسازید. خب به این صورت من این بارون رو ساختم و میام از اجاستمنت ها یک اجاستمنت لیول انتخاب میکنم تا یه ذره رنگ و نورش رو درست بکنم. حتما یادتون باشه که کلیپی ماسکش بکنید به نویزتون، لایه نویزتون، که روی تمام عکستون تأثیر نذاره. با نگه داشتن کلید Alt توی کسایی که دارن با ویندوز کار میکنن و Option با کسایی که دارن تو مک کار میکنن، اینو حتما کلیپی ماسکش بکنید و یه کوچولو رنگ و نورش رو بیاید و تنظیم بکنید. خب به این صورت من
تا حدودی کارمون رو انجام دادم و به اون نتیجه‌ای که می‌خواستم تا حدودی رسیدم و این دو تا لایه‌م رو میام و داخل یک گروپ قرارشون میدم و یک ماسکی روی گروپم میزنم و میام یه براش مشکی انتخاب میکنم، سایزشو حالا هر سایزی که دوست دارید و اوپاسیتی و فلوشو بر اساس عکسم و میام شلخته یه ذره اینا رو حذفشون میکنم تا یه جلوه بهتر و واقعی تری به عکسمون بده. خب گروپمو میام و اوپاسیتیشو کم میکنم و میرسونم به اون نتیجه‌ای که دوست دارم. میگم این کار خیلی بر اساس عکس شما میتونه انجام بشه که شما چه خلاقیتی میتونید روی عکستون اعمال کنید. اوکی میکنم و میتونیم قبل و بعد از کاری که انجام دادیم رو ببینیم. امیدوارم که این آموزش هم به دردتون بخوره و ازش استفاده بکنید. اگر کانال یوتیوب من رو سابسکرایب نکردید، پایین همین ویدیو این کار رو انجام بدید و زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیو جدید میذارم مطلع بشید. خیلی ممنونم.